بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلاة و سلام على حبیبنا و مولانا رسول الله و على آله و صحبه و من والا. باز هم در سرزمین زیبای نیشابور هستیم. نیشابور و خراسان نامه هاشون اصلا گره خورده به نام نام‌آورانی که واقعا نام این خطه از زمین رو در تاریخ جاویدان کردند با زحمت‌ها و تلاش‌هایی که کشیدند و با اون میراث علمی که به جا گذاشتند. هنوز نیشابور در دنیا نیشابور هست، گرچه که اون پایتخت علمی روزگار قدیم رو نداره، اون جایگاه علمی قدیم رو از دست داده و اون نیشابور بزرگ، اون نیشابور مرکز علم و دانش، اون نیشابور نیست. نیشابور امام مسلم نیشابوری الان شاید فرزندان نیشابور نه امام مسلم رو بشناسند و نه اینی که بر اون مرام امام مسلم باشند و همچنین بر مرام سایر علما و اندیشمندان این شهر. این شهر، شهر ابو منصور عبدالملک ثعالبی صاحب کتاب یتیمت الدهر هست. نیشابور شهر عمر خیام هست. نیشابور بیشتر شناخته میشه به امام مسلم نیشابوری صاحب کتاب صحیح مسلم، یکی از برجسته ترین کتابهای حدیث، و بلکه در مورد صحیح امام مسلم میگن که بعد از کلام الله مجید صحیح ترین کتابی که قلم بشریت نگاشته و در اون احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم رو جمع کرده، صحیح امام بخاری هست، از بخارای بلاد خراسان قدیم، و بعدش میاد صحیح مسلم. و این باعث شده که در سر تا سر جهان، در میان نمیدونم جنگل‌های آفریقا گرفته تا برسی به بلاد حرمین شریفین در مکه و مدینه، تا بری به اروپا، تا بری به هر جای دنیا، هر جایی که در اونجا اسمی از اسلام هست، در اونجا میبینی که عالمی، شاگردی، اهل علم و اندیشه میگه که وقال الامام مسلم النیشابوری. نام نیشابور گره خورده با نام امام مسلم، گره خورده با نام ابوبکر بیهقی النیشابوری صاحب کتاب سنن و کتاب المبسوط در فقه امام شافعی، و گره خورده با اسد ابن فراد الفقیه، رهبر بزرگی که جزیره صقلیه رو فتح کرد، گره خورده با نام عرفا و اندیشمندانی مثل فرید الدین عطار، مثل ابو سعید ابوالخیر، و همچنین در وصف نیشابور تا بگی و تا از علماش جمع آوری کنی اسمهاشون رو، نیاز هست که دائره المعارف ها و کتابهای بزرگی نوشته بشه. نامی که امروز ما میخواییم اون رو مطرح کنیم از نامه های نیشابور، امام ابوالحسن علی واحدی است. امام ابوالحسن علی واحدی، چون بسیاری از علمای نیشابور اون زمان، یک دائره المعارف هست، یک انسان بسیار برجسته و عالم در تخصصهای مختلف، و به حمد الله عز و جل بسیاری از کتابهای ایشون مونده و در کتابخانه های اسلامی هست و اهل علم و عرفان و دانش میتونند از اونها استفاده کنند. امام ابوالحسن علی واحدی نیشابوری که مشهور است به واحدی نیشابوری، در سال 468 چشم از جهان فرو بسته، یعنی اینی که ایشون از قرن پنجم قمری هستند. ظاهرا سال به اصطلاح ولادت ایشون از قلم تاریخ نگاران افتاده و ایشون
چون نیاکان خودشون و چون سایر علمای نیشابور اهتمام خاصی به قرآن کریم داشتند. محدث و مفسر نامداری هستند. زیباست که نیاکان ما امثال امام واحدی میان تفاسیر می نویسند و امروز میاد کج اندیشان کوته آستین میان به ما میگن که آقا قرآن قابل فهم نیست، قرآن رو ما نمیفهمیم، باید یک کسی از جایی از سوراخی در بیاد، امامی بشه و بیاد به ما بگه که خدایمون به ما چه گفته. واقعا چه بگه انسان به اون افرادی که به این مرحله از سخافت و از فقدان درایت رسیدن که بیایند به ما بگویند کتابی که پیام پروردگار ماست به ما و خداوند برای ما فرستاده و اون رو دستورالعمل زندگی ما قرار داده، به ما بگند که آقا شما این رو نمیفهمید، که این اهانت بسیار بزرگی است هم به صاحب کتاب و هم به اون خالقی که عقل ما رو خلق کرده و هم به ما که ما پیام خدامون، حرف خدامون رو نفهمیم. در اون زمان ها این مزخرفات نبود، اهل علم و اهل عرفان نیاکان ما از اون مرحله به هر حال در این فتنه‌ای که ما امروز توش قرار داریم اینو نبودن. اون وقت قبل از این بود که فتنه صفویت بیاد و سرزمین فارس رو ویران کنه و فرهنگ ما رو بیاد داغون کنه. در سده پنجم هجری هستیم با امام محدث، مفسر، زبانشناس، ادیب و عربی شناس ایرانی که بیشترین به اصطلاح زحمت هایی که ایشون برای ما کشیده و کتاب هایی که برای ما به ارمغان گذاشته در باب تفسیر قرآن کریم است. امام واحدی همونطور که در تفسیر شاخصه بودند، همچنین به عنوان امام زمان خودشون شناخته می شدن، امام عصر خودشون بودند، هم در ادبیات، هم در حدیث، هم در فقه و هم در نحو و زبان. و ایشون سفرهایی برای کسب فیض و علم داشتند به عراق، به شام، به سرزمین حرمین شریفین، به سرزمین حجاز. از جمله آثاری که امام واحدی برای ما به ارمغان گذاشتن تفسیر سگانه قرآن کریم ایشون هست، تفسیر البسیط و تفسیر الوسیط و تفسیر الوجیز که به الحاوی لجمیع المعانی به اصطلاح مشهور است و مشهور است به تفسیر واحدی. و ایشون یک کار بسیار برجسته و زیبایی در فضای علم انجام دادند، علم اسلامی، به نام کتابی نوشتند به نام اسباب نزول. کتاب اسباب نزول امام واحدی بسیار کتاب ارزنده است در مفاهیم تفسیر و علوم قرآن و شاخصه است در باب خودش، و اون هم به این خاطر که بیار که کار بسیار ابتکاری انجام دادن. ایشون اومدن در آیات قرآن کریم احادیثی یا اون واقعه‌ای که اتفاق افتاد و در پی اون واقعه این آیه قرآن کریم نازل شد، این رو ذکر کردن با سندش به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم تا فضا باز باشه برای علمای جرح و تعدیل که بیان این سند رو مورد بررسی قرار بدن و صحت و سقم روایت رو به اصطلاح اهل تخصصش بیان به اصطلاح مشخص کنن. اما کاری که ایشون کردن که خیلی زیباست و جالب هست همینه که اومدن و آیات قرآن کریم رو با همون فضایی که این آیه اومده گره دادن که چون این اتفاقی افتاد، در پی این اتفاق مسلمان ها نیاز داشتن که این مسئله روشن بشه، جبریل امین بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نازل شد و فلان آیه رو بر پیامبر نازل کرد. خب این باعث میشه که یک مؤمن به طور کامل
اون مفهوم و معنایی رو که آیه در بر داره و آیه میخواست به ما برسونه رو واضح مشخص کنه و درکش کنه. وقتی ما بدونیم که این آیه کجا و در چه تاریخی، این هم خیلی مهم هست، جای نزول آیه و تاریخ نزول آیه برای ما مشخص میکنه و اون حادثه‌ای که در پی اون آیه اومده که معنا و مفهوم این آیه چیه، آیات و دستورات بعد از اون وقتی میان باز به ما روشن میکنن که اولویت زمانی یک حکم کجاست و تأخیر حکم بعدی. حالا یک حکمی در یک زمانی بود، الان یک حکم دیگه اومد، حالا این دوتا رو ما چطور با هم جمع کنیم، ببینیم روند قانونگذاری و دستورگذاری در تاریخ اسلام چجور به اصطلاح پیشرفت کرد. از جمله کتاب‌های بسیار مهم ایشون کتاب الدعوات و المحصول هست و یک کتاب دیگری هم که در سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم است، در زندگی نامه و سیرت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم، کتاب‌های ابتدایی که نگاشته میشد اسمشون بود کتاب المغازی. کتاب المغازی یعنی غزوهای پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم، و اون هم بر این مبنا که به اصطلاح اون یاران رسول خدا صلی الله علیه و سلم که در معارک و غزوها شرکت داشتن، خب همه که شرکت نمی کردن، اونایی که شرکت می کردن می اومدن اون حکایت ها و وقایعی که در اثنای غزوه صورت گرفته بود اونها رو به یاران دیگر منتقل می کردن، سینه به سینه اینها نقل می شد و افرادی مثل امام ابن خزیمه و دیگران و پیش از ایشون افراد زیادی، ایشون از دهه پنجم هستند قبل از این تعریف در سیرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و احادیث و تفاسیر شروع شده بود و اینها رو می اومدن یادداشت می کردن و به ما رسید و از این کتاب‌های مغازی ما تونستیم سیرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم یا جزء بزرگی از سیرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم رو جمع‌آوری کنیم. و از جمله کتاب‌های ایشون کتاب شرح دیوان متنبی هست. متنبی یکی از شاعران نامدار عرب، حکیم شعر عربی و فصیح و بلیغ، و هر دانش آموزی در اون زمان کتاب دیوان متنبی رو حفظ میکرد. هر دانش آموزی در اون زمان میخواست به صلاح در مسیر علم حرکت کنه، خب نیاز اول بود که زبان عربی رو خوب یاد میگیره. برای آموزش زبان عربی نیاز بود که کتاب دیوان المتنبی رو حفظ کنن، و کتاب دیوان المتنبی دیوان بسیار قوی و شعر بسیار قوی، نیاز هست که اهل علم و اهل دانش این رو بیان چیکار کنن، بیان به صورت شرحش رو بدونن. واسه همین امام واحدی شرح دیوان متنبی رو نوشتن. از جمله کتاب‌های مهم ایشون کتاب الاغراب فی الاعراب هست که بعضی از اسلوب‌ها و شیوه‌های نگارش عربی رو دانش آموز نحو باید بدونه که این اعرابش چی است تا بتونه به اصطلاح مفهوم رو به درستی بفهمه و بهش برسه. همچنین کتابی دارن در تفسیر النبی صلی الله علیه و سلم، اون آیاتی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم اون رو بس داده، اونها رو جمع آوری کردن. کتابی دارن در نفی و تحریف عن القرآن شریف. این سده پنجم هستیم ما. این ور و اون ور یک انحرافاتی در جامعه اسلامی شروع به رشد کرد. برخی از دشمنان اسلام به خصوص یهودیان که در این باب کارها کرده بودند، سعی می‌کردند به گونه‌ای طعنه وارد کنند بر اسلام و حقانیت دین مبین اسلام. برخیشون اومدن حرف از تغییر و تحولاتی در قرآن، قرآنی که خداوند متعال وعده داده که من این قرآن رو حفظ میکنم، اینا نحن نزلنا الذکر و اینا له لحافظون، این قرآن رو ما فرستادیم و ما حفظش میکنیم. اون وقت اومدن برخی از موذیان که تا امروز هم هستند، هر کسی که در این باب لب به دهن گشود و گفت که قرآن درش اشکالاتی هست یا قرآن تحریف شده، بدون که این یا انسان احمق و نادانی هست که اصلاً
از مدارج علمی هیچ سر در نمیاره، یا یک انسان فریب خورده ای هست که گول دشمنان دین رو خورده و یک حرفی رو توتیوار داره منتقل میکنه، اون کتابی که خدای منان خودش میگه که من حفظش میکنم. طعن در قرآن کریم در واقع طعن است در الوهیت پروردگاری یکتا، که پروردگاری تو گفتی که من قرآن رو حفظ میکنم نتونستی. این کسی که میاد میگه مثلا آقا میگن که آقا این روایت در نمیدونم کافی و کلینی و فلان اومده، هر کسی که دم از این حرف زد، حالا میخواد کافی باشه میخواد کلینی باشه، باید این حرفشو بزنیم به زمین و بگیم که این انسانی که همچنین روایتی یا همچنین حرفی رو زده باید یک علامت استفهام بزرگی روش بذاریم که آیا اصلا این مسلمون هست یا یک یهودی هست یا یک دشمن دین هست یا یک ملحد هست و میخواد در اسلام به اصطلاح طعنه وارد کنه. و از جمله کتابهای امام الواحدی کتابی هست به نام التحریر فی شرح اسماء الله الحسنا، که اینم کتاب بسیار مهمی هست که ما خدامون رو بشناسیم. بسیاری از تصرفات ما ناشی از عدم شناختمون به خدای منان هست. وقتی که کسی که میاد مثلا میگه قرآن تحریف شده، این در واقع خدا رو نشناخته، خدای توانا و قادر مطلق رو نشناخته. وقتی کسی میره پیش مزاری و پیش امامزادهی و از اونجا به صلاح درخواست کمک میکنه و شفا میکنه و با اون مناجات میکنه، این در واقع خدا رو نشناخته. امام واحدی واسه همین نیاز بود یک کتابی بذاره در به صلاح قضیه اسماء الله الحسنا که مؤمنان بدونن خداشون کیه، چطور با خدا آشنا باشن و چطور به صلاح دینشون رو یاد بگیرن. اولین مرحله برای برقراری محبت و رابطه بین بنده و خدا شناخت خداست. انسان وقتی کسی رو نمیشناسه چطور میتونه دوست داشته باشه؟ و کسی قدرتی رو که انسان نشناسه چطور میتونه ازش درخواست بکنه؟ خدا رو وقتی ما نشناسیم چطور میتونیم خدامون رو دوست داشته باشیم؟ خدامون رو وقتی نشناسیم چطور میتونیم خدامون رو عبادت کنیم؟ مفاهیم عبادی ما زیر سوال میره. عدم شناخت خداوند متعال هست که باعث شده که ما امروز دچار بسیاری از انحرافات در دینمون، در فرهنگمون، در عاداتمون، در رسوممون، در زندگیمون باشیم، که همه برمیگرده به عدم شناخت خداوند متعال. واسه همین بود که امام واحدی و امثال امام واحدی در تفسیر قرآن کریم کارهای بسیار برجسته‌ای انجام دادن، که ایشون 3 کتاب در تفسیر قرآن کریم نوشتن که ما با کلام الله عزوجل آشنا باشیم، با کلام خدامون انس بگیریم و خدامون رو بشناسیم. در واقع امام واحدی یک دانشمند و عالم دائرة المعارف در روزگارشون بود، استاد و عالم و امام در تفسیر، در قراءات قرآن کریم، در علوم قرآن، مفسر و نحوی و لغت شناس، استاد زمان خودش در به اصطلاح مراحل مختلف تحصیلی. و جالب اینجاست که پدر امام واحدی وقتی که ایشون رو همون در کودکی این نبوغ و هوش ایشون رو درک کرد، بسیار زحمت کشید و فرزندش رو به طرف علم و دانش تشویق کرد و از مال و ثروتش انفاق کرد تا تونست به اصطلاح امام ابو حسن واحدی رو به اصطلاح تربیت کنه، امامی که در وصف ایشون ابن خلقان میگن که استاد زمان خودش در نحو و در تفسیر بود. و یه جمله بسیار زیبایی میگن، میگن و رزق السعادت فی تصانیفه، ایشون در نوشته هاش خداوند بهش خوشبختی داد. یعنی اینی که خداوند کاری کرد که نوشته های ایشون در بین مؤمنان قبولیت خاصی رو به صورت به دست آورد. همه مردم کتابای اون رو دوست دارن، میخونن،
مدرسین تدریس میکنند، در جلسات علم از کتابایشون بهره برداری میشه و استفاده میشه، شاگردان به کتابایشون عشق میورزند. این یک نوع سعادتی است که خداوند متعال به ایشون داده است. امام ذهبی بزرگ در وصف امام واحدی میگن الامام العلام الاستاد. ایشون امام بودن، علامه هستند، استاد هستند، صاحب تفسیر هستند، امام علمای اهل تأویل یا مفسران هستند. امام سبکی در وصف ایشون میگه الامام الکبیر کان الاستاد ابو الحسن واحد عصره فی التفسیر. این امام بزرگ نمونه نداشت در زمان خودش در تفسیره. قاضی ابن القاضی شعبه میگن، قاضی شعبه میگن که کان فقیها اماما فی النحو واللغه و غیرهما شاعرا و اما التفسیر فهو امام عصری. در نحو و زبانشناسی و شعر امام بود، اما در تفسیر نمونه نداشت. این هست امام ابوالحسن علی ابن احمد ابن علی واحدی نیشابوری، از علمای شافعی مذهب نیشابور. اون زمانها خب این بلاد خراسان و ایران زمین همش سرزمین علم و دانش بود و علمای بزرگ بودند. چیزی به نام مذاهب قبر پرستی و نمیدونم من درآوردی که بعدها صفوی ها آوردن به ایران، اون زمان نبود. واسه همین ما در دنیا نامی برای خودمون به ارمغان گذاشتیم، خراسان و نیشابور و ایران شاخصه شدن در اون زمان و در همه زمانها. و نیاز هست ما برای رسیدن به اون تاریخ پرعظمت و طلایی خودمون یه وارسی بکنیم به وضع خودمون و شناسنامه فرهنگی خودمون رو بشناسیم، بدونیم که آقا ما کی هستیم. اگر ما امروز یک مذهب و یک دیانت خاصی به ما تحمیل شده، چه از زمان صفویت گرفته باشه، چه امروز که به اصطلاح صفویان امروزی دارن به ما تحمیل میکنن با زور رسانه و با نمیدونم برنامه های تحصیلی و فلان الان، باید بدونیم که نه، ما به اصطلاح انسانهایی هستیم که برای خودمون عمق داریم، ریشه داریم در این خاک و بوم و ریشه فرهنگی ما قوی است. برنامه فرهنگی ما برگرفته از قرآن و حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم است. ما فرزندان امام مسلم نیشابوری هستیم. اهل نیشابور باید این رو درک کنند، اهل خراسان باید افتخار کنند به امام مسلم نیشابوری، به امام واحدی و امثال ایشون که به صورت نامه های نامین این شهر هستند، این کشور هستند، این خاک و بوم هستند. این پدران ما بودند که چنین تاریخشون، تاریخ پر مجد و عظمتشون اومد، حتی منطقه ما شناخته میشه به نام پدران و نیاکان ما، با اون همه زحمتشون، با اون همه بزرگواریشون و مهمون تلالشون. ائمه اسلام از این سرزمین هستند و سرزمین ما، و ما در دنیای اسلام، در دنیای اسلام زمان قدیم نامی داشتیم. حالا این نام رو از دست دادیم. چرا؟ چون راه و منش و فرهنگ و دیانت نیاکان خودمون رو رها کردیم. حالا به چه با ظلم شد، آقا با زور ما رو نمیدونم منحرف کردن، فلان کردن، امروز دیگه دستشون نمیرسه. امروز ما نیاز هست که برای برگشت به تاریخ پر عظمت خودمون، برای اینی که ما بتونیم در ساخت دنیایمون نقشی رو ایفا کنیم، نیاز هست که ما برگردیم به شناسنامه واقعی خودمون و کتابهای نیاکان خودمون، امثال امام مسلم و امثال امام واحدی و امام ابوبکر بیهقی نیشابوری و غیره و غیره رو خوب مطالعه کنیم تا بدونیم که حقیقت فرهنگی ما چیست، عمق دیانت ما کجاست.